روز شما با گفتارتان هدایت می شود. دست هفت، حالتان چطور است؟ به نظر می رسد پاسخ به سوال حالتان چطور است چیز مهمی نباشد، اما باید حداقل چند بار در روز به این سوال پاسخ دهیم. پس به هیچ عنوان کار بی اهمیتی نیست. این امر بخش مهمی از مکالمات روزمانه تان است. زمانی که شخصی حالتان را از شما میپرسد چه پاسخی میدهید؟ غالبا پاسخ شما بیشتر از چند کلمه نیست و همان چند کلمه چیزهای زیادی را در مورد شما و نگرشتان بازگو میکند. در حقیقت پاسخ شما میتواند باعث شکل‌گیری نگرشتان شود. من به این نتیجه رسیدم که پاسخهای موجود برای سوال حالتان چطور است به سه دسته تقسیم می شوند: منفی، معمولی و مثبت. اجازه دهید پاسخهای رایج برای هر یک از این سه بخش را بررسی کنیم. پاسخهای منفی. پاسخ منفی در جواب سوال حالتان چطور است شامل عبارت زیر است: افتضاح، وحشتناک، خسته ام، امروز روز من نیست، خدا را شکر امروز جمعه است، نپرس. زمانی که پاسخ فرد نپرس باشد، متوجه می شوم که در دردسر افتادم. آن شخص قصد دارد از چیزهای زیادی شکایت کرده و مرا از پرسیدن سوالم پشیمان کند. برای افرادی که پاسخ آنها این است خدا را شکر امروز جمعه است، احساس ناراحتی می کنم. پاسخ آنها بدین معناست که دیگر روزهای هفته خوب نیستند. این دسته از افراد روزهای کاری را افتضاح می دانند. برای این گونه افراد شش روز هفته که سالت بار است، تنها هفتمین روز هفته که جمعه است برای آنها قابل تحمل است، زیرا می دانند که این روز تعطیل می باشد. آیا این همان شیوه است که برای زندگی خود در پیش گرفته اید؟ آیا قصد دارید با این عبارات منفی نگرش خود را مسموم و دیگران را از خود دور کنید؟ پاسخهای معمولی. افرادی که در این گروه قرار دارند در زمره دسته منفی قرار می گیرند، اما امکان بیشتری برای بهبود دارند. در قسمت زیر نمونه ای از این عبارات وجود دارد: خوب هستم، بد نیستم، می توانست بدتر باشد، مثل همیشه، خوبم. آیا دوست دارید وقت خود را با فردی سپری کنید که فکر می کند زندگی بد نیست؟ آیا این همان فردی است که قرار است کسب و کار را با او آغاز کنید؟ زمانی که از چنین کلمات استفاده می کنید، انرژی خود را از دست می دهید. آیا می توانید تصور کنید چنین فردی ظاهر آراسته داشته باشد و از انرژی بالایی برخوردار باشد؟ البته که این طور نیست. به نظر می رسد این افراد مدت دو روز است که نخوابیدند. هیچ راهی برای غلبه بر این مشکل وجود ندارد. افرادی که از کلمات معمولی هم استفاده می کنند باعث رشد نگرشی معمولی خواهند شد و به نتایج معمولی دست می یابند. می دانم که چنین چیزی را هم نمی خواهید. ارزان ترین روش برای بهبود دیدگاهتان لبخند زدن است. پاسخهای مثبت. این گروه از افراد بسیار پر انرژی هستند و پاسخهای این گروه بدین ترتیب است: عالی هستم، فوق‌العاده‌ام، بسیار خوبم، در اوجم، بهتر از این نمیشه. آن دسته از افرادی که از کلمات مثبت استفاده می‌کنند نسبت به دیگران یک قدم جلوتر هستند و شما در کنار آنها احساس بهتری می‌کنید. با خودتان صادق باشید. زمانی که فهرست پاسخهای مثبت را می‌خواندید چه احساسی داشتید؟ من پاسخ شما را نمی‌دانم، اما زمانی که این فهرست را مرور می‌کنم هیجان زده و پر انرژی می‌شوم. اینها همان افرادی هستند که تمایل دارم همین امروز با آنها ملاقات کنم. اینها افرادی هستند که با کسب و کار من سازگاری دارند. چرا به فهرست پاسخهای معمولی و منفی نگاهی نمی‌اندازید؟ آنها را با صدای بلند بخوانید. با خواندن آنها چه احساسی به شما دست می دهد؟ می بینید اگر حق انتخاب داشته باشم، ترجیح می دهم با افرادی همراه شوم که سرشار از انرژی هستند و نگرش مثبتی دارند،
درست مانند مثال قدیمی که از افراد می‌خواستیم چراغ‌های اتاق را روشن کنند. بعضی از افراد به هنگام وارد شدن چراغ را روشن می‌کردند و عده‌ای به هنگام خروج. شما تمایل دارید جزء آن دسته از افراد باشید که به هنگام ورود چراغ را روشن می‌کنند؟ معمولا زمانی که کسی از من سوال می‌کند حالتان چطور است، پاسخ من بسیار عالی است. این کار موجب می شود نگرش مثبت من به دیگران انتقال یابد و هرچه بیشتر از این کلمات استفاده کنم احساس بهتری خواهم داشت. به گروه مثبت اندیشان بپیوندید. شما این فرصت را داشتید که بعضی پاسخهای رایج و معمول را در هر بخش منفی، معمول و مثبت مطالعه کنید. کدام یک از این عبارات را بیشتر به کار می برید؟ خانواده و دوستان شما کدام یک از این پاسخها را به کار می برند؟ اگر شما جز گروه منفی یا معمولی هستید، پیشنهاد می کنم هرچه سریعتر در مورد پاسخهای مثبت تجدید نظر کرده و به گروه مثبت اندیشان ملحق شوید. به همین دلیل است وقتی از شما می پرسند حالتان چطور است و در پاسخ می گویید وحشتناک هستم یا بد نیستم، روی ساختار فیزیولوژیکتان تأثیر عکس می گذارد. شما به نشانه ناراحتی سر و شانه خود را بالا می اندازید و در وضعیت افسردگی قرار می گیرید. احساسات و عواطفتان چه می شوند؟ فکر می کنید بعد از اینکه حال بد خود را اعلام کردید احساس بهتری می کنید؟ البته که اینطور نیست. احساس شما خیلی بدتر از قبل هم می شود. برای اینکه سخنان و افکار منفی احساسات منفیتان را در بر می گیرند و به نتایج منفی دست خواهید یافت. ترک این حالت به خودتان بستگی دارد. حتی اگر شرایط موجود در زندگی باعث شده احساس بدی داشته باشید. برای مثال وقتی در مسابقه تجاری خود با شکست مواجه شده یا اینکه فرزندتان نمره خوبی در امتحان کسب نکرده باشد، نگرش منفیتان نمیتواند برای بهبود شرایط کاری انجام دهد. پاسخهای منفی یا معمولی حتی موجب می شوند دوستان و اطرافیان از شما فاصله بگیرند و از شنیدن سخنان منفی گرایانه تان اجتناب کنند. زمانی که دائما حال خوب خود را ابراز کنید و بر این عقیده باشید که تمام خوبی ها با شما همراه شده اند، خداوند صدای شما را می شنود و به آنها پاسخ خواهد داد. شکل‌گیری عادتی جدید. اگر تمام این وقایع منفی از سخنان شما نشأت می‌گیرند، چرا به استفاده از آنها ادامه می‌دهید؟ به احتمال زیاد دلیل این کار این است که شما متوجه نشده اید که حق انتخاب دارید. شما عادت چندین ساله‌ای را در پیش گرفته اید که دیگر از شما تبعیت نمی کند. بنابراین سخنان خودتان را از قبل برنامه ریزی کنید و اگر پاسخ شما این باشد که همه چیز وحشتناک است، ذهن شما به سمت افراد و محیطی معطوف می شود که این جملات را به واقعیت تبدیل کنند. از سوی دیگر اگر به طور مداوم با خود تکرار کنید که زندگی فوق‌العاده‌ای دارید، ذهن شما را در مسیر مثبت قرار خواهد داد. برای مثال ببینید وقتی از کلمات فوق‌العاده هستم یا عالی هستم استفاده می کنید چه اتفاقی می افتد. زمانی که از این کلمات استفاده می کنید، ساختار فیزیولوژیک شما به گفتار مثبتتان واکنش نشان می دهد. شما در وضعیت بسیار خوبی قرار می گیرید. دیگران نیز مجذوب انرژی و سرزندگیتان می شوند. روابط کاری و شخصیتان بهبود می یابد. آیا تمامی مشکلات زندگیتان به طور مجاز‌آسایی ناپدید می شود؟ خیر. اما شما اصول و قواعد بسیار مهمی را به کار گرفته اید. ما چیزی را در زندگی به دست می آوریم که انتظار آن را داریم. با توجه به تجربیاتی که به دست آوردم می توانم بگویم که انجام این کار یکی از جزئی ترین مسائل در زندگی است که تغییرات اساسی در آن ایجاد می کند. حدود 15 سال پیش زمانی که شخصی از من می پرسید حالتان چطور است؟
من با انرژی بسیار پایین به او میگفتم حالم خوب است. میدانید که چه کار میکردم؟ طوری برنامه ریزی میکردم که روابط خوبی با افراد داشته باشم و موفقیت خوبی کسب کنم. طوری برنامه ریزی میکردم تا نگرش و زندگی خوبی داشته باشم. اما خدا را شاکرم که آموختم من مجبور نیستم روی کلمه خوب متمرکز شوم. بنابراین میزان پاسخ خود را کمی افزایش دادم و به جای کلمه خوب از عبارت عالی هستم استفاده کردم. این عبارت را با انرژی بالا ادا می کردم. البته در ابتدا کمی ناخوشایند بود. نگاه افراد طوری بود که گویی عجیب به نظر می رسیدم. اما حدوداً یک هفته بعد همه چیز برایم عادی شد و تغییری که در احساسات فردی و برخورد افراد ایجاد شده بود مرا شگفت زده کرده بود. به من اعتماد کنید. این کار فراگیری علم ساخت موشک نیست. شما به استعداد، پول یا داشتن نگرشی عالی نیاز ندارید. فقط نیاز دارید تا به داشتن انرژی بالا و پاسخ مثبت عادت کنید و در نتیجه به نتایج فوق‌العاده‌ای دست یابید که اکنون من به آن دست یافتم. روز ابری هیچ هماهنگی با روز آفتابی ندارد. اگر احساس خوب یا فوق‌العاده‌ای نداشته باشم چه اتفاقی می افتد؟ زمانی که در جلسات خود به مخاطبین متذکر می شوم که پاسخها بروز شده ای را در سؤال حالتان چطور است بدهند، بیشتر آنها بعد از جلسه از من می پرسند اگر احساس فوق‌العاده‌ای نداشته باشم چه اتفاقی می افتد؟ نمی خواهم زمانی که حالم خوب نیست به دروغ به دیگران بگویم که احساس فوق‌العاده‌ای دارم. حال دچار اشتباه نشوید. تأکید من روی ایجاد وحدت و صادق بودن است. فکر نمی کنم موضوع اصلی گفتن حقیقت باشد. اجازه دهید برایتان توضیح دهم. برای چند لحظه فکر کنید که سالی احساس می کند خسته است. هنگامی که یکی از همکارانش از او حالش را بپرسد، او ترجیح می دهد با کمال صداقت بگوید خسته هستم. خب در این لحظه چه اتفاقی می افتد؟ سالی باور کرده است که خسته است. حتی احساس خستگی او بیشتر هم می شود و روز بسیار خسته کننده ای را سپری خواهد کرد. خب اجازه دهید به سراغ شخصی برویم که از سالی سوال پرسید و بابت این کار پشیمان شد. شخصی که احساس بدی پیدا کرده است در این صورت زمانی که فردی در مورد احساس خستگیش با شما صحبت می کند آیا احساس خوبی به شما دست می دهد؟ به هیچ وجه. تنها به بیان عبارت خستم شما شروع به خمیازه کشیدن می کنید. بنابراین سالی با این کار باعث شد هم خودش و هم همکارش احساس بدی پیدا کند. بنابراین سالی بعد از گذراندن روزی سخت به خانه می رود و اکنون احساس خستگی می کند. او روی صندلی مورد علاقش رها می شود و شماره های مسابقه بخت آزمایی را که در روزنامه نوشته شده بود نگاهی می اندازد. زمانی که بلیط بخت آزمایی خود را از کیفش بیرون می آورد متوجه می شود که او برنده مسابقه شده است. او برنده 10 میلیون دلار شده. فکر می کنید سالی چه واکنشی نشان خواهد داد؟ به خاطر داشته باشید که او خیلی خسته است. همه ما می دانیم که سالی از جایش بلند می شود، بالا و پایین می پرد، داد می زند و دستایش را به نشانه شادی بالا می برد. گویی که هدایت گروه ایروبیک را به عهده دارد. به طور معمول به سمت تلفن خواهد رفت تا به خانواده و دوستانش تماس بگیرد. او سرشار از انرژی می شود و تمام شب به جشن و شادی می پردازد و برای پولی که برنده شده برنامه ریزی می کند. اما چند لحظه صبر کنید. چند لحظه قبل همین زن بسیار خسته بود، اما حالا انرژی فردی را به دست آورده که مدت 15 سال در کار ورزشی فعالیت داشته. چه اتفاقی رخ داده که موجب شد
فردی که چند ثانیه پیش احساس خستگی می کرد به فردی پر انرژی تبدیل شود. آیا او ویتامین B12 مصرف کرده است؟ آیا فرد بی سطل آب سرد روی سر او ریخته است؟ اینطور نیست. تغییراتی که در او ایجاد شده است کاملا روانی است. نمی خواهم احساسی که سالی داشته است را بی اهمیت جلوه دهم. او واقعا خسته بود، اما خستگی فیزیکی او به اندازه خستگی روحیش نبود. بنابراین آیا سالی در رابطه با احساس خستگی خود حقیقت را بیان کرده است؟ واقعیت همین است که سالی می تواند انتخاب کند که روی چه موضوعی تمرکز کند. او می تواند روی احساس خستگی خود تمرکز کند که این گزینه اول است. از سوی دیگر او می تواند به نعمتهایی که در زندگیش دارد فکر کند و احساس خوشبختی داشته باشد و انرژی لازم را به دست آورد. چیزی که احساس می کنیم اغلب موضوعی درونی است. هنگامی که به خودمان می گوییم خسته هستیم احساس خستگی می کنیم. هنگامی که به خودمان می گوییم که احساس فوق‌العاده‌ای داریم احساس می کنیم انرژی بسیار بالایی داریم. با توجه به مطالب درس دوم ما همانی می شویم که به آن می اندیشیم. با شور و اشتیاق پاسخ دهید. از ماه بعد سعی کنید این کار را امتحان کنید. زمانی که فردی از شما می پرسد حالتان چطور است فرقی نمی کند. صندوقدار فروشگاه باشید یا هر فرد دیگری. سعی کنید با انرژی و شور و اشتیاق بالا به او پاسخ دهید. این کار را با لبخند و روی خوش هم انجام دهید. اصل فرض کردن عمل را به کار بگیرید. به عبارت دیگر اگر می خواهید روحیه مثبت بالایی داشته باشید این اصل را به کار بگیرید و خیلی زود متوجه خواهید شد که به انرژی مثبت دست یافته اید. اگر در شروع کار کمی احساس ناخوشایندی به شما دست داد نگران نباشید. به این کار ادامه دهید تا بتوانید در آن پیشرفت داشته باشید. به زودی متوجه خواهید شد که دیگران دوست دارند در کنار شما باشند و نتایج مثبت در مسیر شما قرار خواهد گرفت. راستی حالتان چطور است؟ نمیتوانم انتظار داشته باشم که همیشه بگویید بسیار عالی هستم.